پزشکیان تنها راه رسیدن ایران به قله‌های پیشرفت و شدن یک کشوری مثل امارات و دبی رو تعامل با خارجی‌ها میدونه. با ما همراه باشید، این صحبت‌های جنجالی و سخنرانی کوبنده رو از پزشکیان در مورد برنامه‌اش برای آینده ایران میشنویم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. خب مسعود پزشکیان توی یه سخنرانی جنجالی صحبتهایی رو در مورد برنامه بلند مدتش برای ایران و پیشرفت اون انجام دادش. پزشکیان معتقده که تنها راه پیشرفت ایران اینه که ما تعاملمون رو با کشورهای خارجی بیشتر بکنیم. اون معتقده کشورهای حوزه خلیج فارس مثل امارات و دبی تنها راهی که برای پیشرفت انتخاب کردن تعاملشون با خارجی ها بوده. این که الان میبینیم دبی شده و کلی آدم از سراسر جهان برای دیدنش فقط میان، اینجور نبوده که یه سری عرب بشینن دور هم و بگن حالا چیکار بکنیم که پیشرفت بکنیم و برنامه بریزن و کار رو انجام بدن. بعد یه سری جاها ما با خارجی ها تعامل داشته باشیم، از اونها کمک بگیریم، برای برنامه ریزی بلند مدت کشورمون از فکرهای اونها هم استفاده بکنیم، خیلی از کارها رو برون سپاری کنیم و به اونها بسپاریم. ما افراد توانمندی توی کشورمون داریم، ولی مطمئن هستم واقعا میخوایم پیشرفت بکنیم باید از خارجی ها هم کمک بگیریم. اگه قرار بودش که ما فقط با نیروهای داخلیمون پیشرفت بکنیم، چرا تو این 40 و چند سال این پیشرفت حاصل نشده؟ البته که میدونم عوامل دیگه ای هم مؤثر بوده تو این قضیه. خیلی از همین تحریم هایی که تو ایران اتفاق افتاده دارن سود میبرن و کاسبان تحریم هستن. خیلی مشکلات دیگه هم توی مملکت وجود داره. این که ما همه چیز رو از جمله نفتمون رو ارزون میفروشیم و همه چیز رو به قیمت گرونتر از جهانیش میخریم، همینها باعث میشه که ما عقب بمونیم و پیشرفت نکنیم. ولی خب وقتی تعامل با خارجی ها بیشتر بشه، قطعا تحریم ها کمتر میشه، راحتتر کسایی که میخوان کالا و خدمات به خارجی ها بدن میتونن با اونها تعامل داشته باشن و وارد کننده هم راحتتر و ارزونتر اجناسش رو وارد کشور میکنه و همین ها باعث میشه که پیشرفت ما سریعتر بشه و بتونیم معیشت بهتری برای مردم رقم بزنیم. کار پیچیده ای هم قرار نیست بکنیم. مسیر پیشرفتی که خیلی از کشورها رفتن رو و توش خیلی از آزمون خطاها رو انجام دادن قرار ما تکرار بکنیم. بهترین کار اینه که یه سری کارشناس بشینیم، مقالات و چیزای علمی که وجود داره با رفرنس های معتبر بررسی بکنیم، اونها رو با وضعیت فعلی جامعه و کشور خودمون تطابق بدیم و پلن پیشرفتی کشورمون رو مشخص بکنیم. من وعده الکی نمیدم که نتونم بهش عمل بکنم، ولی میگم که هر چیزی با علم ممکنه و ما اگه علمی بریم جلو و همه چیز رو بر اساس رفرنس های بین المللی که کشورهای دیگه انجام دادن ببریم جلو، قطعا میتونیم پیشرفت بکنیم. گام اولمون تو این مسیر طولانی که داریم قطعا حل کردن مشکل FATF و تعامل با کشورهای خارجی است. اگه این FATF رو حل بکنیم و بتونیم به راحتی با خارجی ها تعامل داشته باشیم، خیلی از مشکل مشکلات ما حل میشه. هر کس به اندازه سهم خودش باید متقاضی باشه که دولت مردم این قضیه رو حل بکنن. الان جامعه به یه سمتی رفته که همه ساکت هستن، از بانکدار و بازاریش بگیر تا کارمند و افراد مختلف. ولی اگه همه در جایگاه خودشون مطالبه گر باشن، قطعا خیلی از مشکلات حل میشه. بریم قسمت‌های از صحبت‌های پزشکیان رو در مورد برنامه و پلن بلند مدتش برای ایران و پیشرفته شدنش بشنویم. ما آمادگی اینو داریم، شما بشید اتاق فکر ما و نقشه کش ما، چون نقشه باید بکشید و دانشگاه هم به کمک بگیرید و از خارج هم کمک بگیرید، چون اگه دبی شده، امارات شده، اینجوری نیست که مثلا فقط یه عده عربا نشستن تصمیم گرفتن نقشه کشیدن امارات رو درست کردن. ما الان در رابطه با سیاست خارجی، خب آقای دکتر ظریف و تیمش الان داره به اصطلاح آستینا رو بالا زدن دارن کار میکنن. ما بدون ارتباط با کشورهای خارج هر کاری تو داخل بکنیم اعتقادمه به جایی نخواهیم رسید. حالا میتونیم یه قدمی برداریم و این رو از نظر علمی و محکم اعتقادی میگم. این حرفایی هم که میگن ما تو داخل فلان میکنیم، اینا بازار ما معلومه. تو این بازار تو قدرت عملیاتت همین بازاره است، نمیتونی کاری بکنی. خب اگه میخوای به اصطلاح شکوفا بشی، یه قدرتی بشی، یه بازار وسیع‌تر باید پیدا کنی. بازار وسیع با این وضعیت
امکان پذیر نیست. تازه این ارتباط تو این بازار هم همین روندی رو که ما ایجاد کردیم، FTF رو، برجام رو و بقیه مسائل رو، خود چرا مشکل ما حل نشده؟ خیلی روشنه، گرون میخریم ارزون میفروشیم، تو این وسط هم کلی پول میخورن. یعنی تو این وسط کل و اینجا هم یه عده کاسب تحریم شدن، بعد هزار تا توجیه دیگه براش میارن. با این توجیه ها مشکل مملکت حل شدنی نیست. از من نخواهید نسخه صریح بهتون بدم، اگر بدم دروغ بهتون میگم. شما هم نمیتونید به این سادگی نسخه بدید که من اجرا کنم. بالاخره این نسخه باید هم نظر اون کانسنسس بیلدینگی که هست، یعنی مشارکت کارشناسان، یعنی نظر کارشناسان توش باشه، مستند علمی، رفرانس علمی توش باشه، تجربه بین المللی داشته باشه، بعد کشور خودمون بشینیم تطابقش بدیم. هیچ وقت وعده ای ندادم که به اگر وعده رو دادم به من رأی بدن. خیلی وقتا هم گفتم وقتی فهمیدم نمیتونم. من الانم در این مناظره ها شما بینید من گفتم یه چیزی گفتم که وعده توش باشه. بنده گفتم از کارشناس است. الانم به شما میگم از کارشناس استفاده خواهیم کرد، از اتاق کارشناسی، از دانشگاه، از نظرات کارشناسی بین المللی و قطعا به دنبال اینیم که روابط خارجیمون رو بهتر بکنیم. اگر نکنیم، اگر افکتیف رو حل نکنیم، به پیر و پیغمبر هر کاری بکنیم نمیشه، از نظر عقلی نمیشه. شما اگر میگه میشه خب بگید میشه. در ضمن اگر سیاست مدارا تصمیمی گرفتن، قانونی رو مصوب کردن، یه مشکل دارید. شما چرا اعتراض نمی کنید؟ اعتراض به عنوانی که یه نامه بنویسید بگی آقا این چیزی که میگید FATF ما درست میکنیم نمیشه، چرا دارید این حرف رو میزنید؟ همه ساکت، هم بانکدار ساکت، تاجر ساکت، تولید کننده ساکت. خب وقتی که اونا میگفتن FATF نباشه ما فلان کارو میکنیم، تبادل میکنیم، کی صداش در اومد؟ محکم محکم ببینید، این که نامه نوشتیم، بنده به عنوان نماینده اونجا بلند شدم، حرف زدم، رفتم تو تلویزیون دفاع کردم، اعلام کردم، به خاطر اونا کلی واسم پرونده درست کردم، ولی حرفمو زدم. این که چگونه با یه نامه، شما میتونستید علاوه بر نامه نوشتن برید با کسانی که سیاست گذاری میکنن صحبت کنید. خیلی کارا ببینید، خیلی کارا میشه انجام داد. به هر حال ما موظفیم، بنده اعتقادم اینه، فردا ممکنه حالا بازم با کسانی که در سیستمن اونا نخوان، کاسبان تحریم براشون این مهمه که ما در تحریم بمانیم تا آنها در فضای غیر شفاف بخورند و ببرن. ما اینو باید با هم بریزیم. خب دوستان، این بودش صحبت‌های مسعود پزشکیان. حتما نظراتتون رو راجع به این صحبت‌ها برامون تو بخش کامنت‌ها بنویسید، بهمون بگید نظرتون در مورد این صحبت‌های جنجالی چیه. به نظرتون این پلنی که پزشکیان معتقد شدنیه و ایران خیلی سریع میتونه پیشرفت کنه انجام میگیره یا نه؟ به نظرتون تعامل با خارجی‌ها میتونه برای کشورمون مفید باشه یا مثل قضیه برجام سراسر ضرر و سوخت هستش؟ حتما نظراتتون رو بر ما کامنت بکنید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید.